خب شروع میکنیم خب به شما رسیدیم تا صفحه فعالیت. کی میخواد بیاد برای من بخونه؟ کی نوبه؟ کی تا حالا نیومده برای من میخواد بخونه؟ کی میخواد بیاد درس 16؟ بله درس دادیم. خب کیارش محمدی، آزم شما اروز اومدین؟ کیارش محمدی نیومده. کیارش شما بخون صفحه 17 را. کیارش بخون، کیارش محمدی. نکن بچه ها، وقتی صدای وقتی بعد هستا میتونی بری بیرون از سایت دوباره وارد سایت بشی. خب میتونی بری بیرون. ابوالفضل موسوی سلام آقا. امیر رضا فارسی براش بنویس بگو آقا سایت برو بیرون دوباره بیو داخل درست میشه. من دیشب خودم یه کلاسی داشتم اینطوری بود، صدا بد شد بعد دوباره رفتم بیرون سایت اومدم داخل صدا خوب شد. خب کیارش صدای میکروفون اینات یه کمی اکو میشه، نمیفهم حالا کمی چیکارش کن تا درست بشه. یه کمی صداش آرومتر کن. خب کیارش بخون فعالیت صفحه 17 را. فعالیت صفحه 17 را بخون. کیارش آقا بخون نه صفحه 17 مطل اونو کن دیگه. اما تازه آمدیم بخاری کلاس این همین صفی کتاب تو داری پیدا میکنی؟ کتاب تو باید قبلش پیدا کرده باشی. حالا خب بخون آقا. نه آز... صفی هیفده بچه ها میگه که آزمایشی را طراحی خودم میخونم تا تو پیداش کنی. صفی هیفده هست خودم داره میخونم. آزمایشی را طراحی کنید که بتوان با استفاده از آن نشان داد که از سوختن شمع بخار آب گاز کم. بچه ما یاد گرفتیم در جلسه قبلی یاد گرفتیم، گفتیم از سوختن شمع چه درست میشه کیارش؟ وقتی یه شمع بسوزه چه موادی برای ما درست میشه؟ شمع میخواد بسوزه، شمع با گاز اکسیژن ترکیب میشه و میسوزه. برای ما چه موادی درست میشه که شمع بسوزه با گاز اکسیژن ترکیب بشه؟ برای ما چه موادی درست میشه؟ این طرف بهش میگیم چی؟ به این قسمت میگیم چی؟ به این قسمت میگیم واکنش دهنده، به این قسمت میگیم واکنش دهنده، به این قسمت بعد از فلش میگیم چی؟ میگیم به این قسمت میگیم فراورده. فراوردهش چیه کیارش؟ فراوردهش چیه؟ چه فراورده ای درست میشه؟ گاز کربن دی اکسید درست میشد. گاز کربن دی اکسید درست میشد. میبینی تابلوه؟ بله. به علاوه بخار آب درست میشد، به علاوه گرما و نور درست میشد برای ما. ما این قسمت را کیارش اگه یاد باشه، به چه هم یادشون باشه، گفتیم این قسمت را که من داخل حالا یه مربعی چی گذاشت میشه، گفتیم این قسمت را ما بهش میگیم فراورده، اما به گرما و نور فراورده نمیگیم. چرا؟ چرا به گرما و نور نمیگیم فراورده؟ نباید زیرش خط بکشیم آقا، چون که گرما و نور همه تا هست، چون گرما و نور صورت انرژیه. صورت انرژی را ما بهش در واقع ماده نیست، باید حتما ماده باشه. خب بنابراین شمع یا پارافین بچه ها فرقی نمی کنه. حالا دیگه اینجا ما میخواییم یه آزمایشی طراحی کنیم که نشون بده این مواد، این دوتا ماده درست میشه، یعنی این فراورده ها درست میشه. میخواییم چطوری ما میتونیم یه آزمایشی طراحی کنیم که این کارکو انجام بدیم؟ خب بچه ها شما کسی میتونه؟ حالا من بچه ها این آزما این طراحی میکنم، شما هم میتونید نقاشیش بکشید. حالت یک طراحی داره، خب حالت یک طراحی داره. من اینو مثلا شمع رو میذاریم داخل یک محفظه ای، نگون شمع رو میذاریم داخل یک محفظه ای شکلی،
این شمع ما. کیارش میبینی؟ بردم بکشتم بالا صفحه، این بالا صفحه چند بکش. خب این شمع رو میذاریم داخل یه محفظه، بعد اینو من به وسیله لوله، اینجا میبینی؟ یک لوله مثلا حالت اینجوری محفظه به این شکل. خب میاد اینجا، این فرض اینا تمام لوله باشه. ما اون سال یک دانش آموزی داشتیم، این کارگو انجام داده بود، اینو برای ما درست کرد، لوله با وسیله لوله و به وسیله محفظه و اینا، اینو برای ما درست کرد. خب بعد این دوباره میاد پایین، فرض این بیاد پایین، این لوله ما دوباره میاد پایین، کلا اینا مثلا چی هستن. بعد دوباره اینجا یه لوله دیگه قرار میدیم پایینش. خب بعد دوباره این میره بالا، این لوله ما دوباره اینجور، همینطور این لوله کشی به حساب کردیم. حالا تا مو یه کمی اینو پاک کنم درست سر بشه. خب شما هم بکشید به چهار. بعد اینجا دوباره یه قسمتی دوباره اینجا میاد پایین. خب حالا اینجا یک مثلا محلولی قرار میدیم اینجا به این صورت، داخل یکی آب آهک میکنیم، اینجا یک ظرفی قرار دادیم داخل یک آب آهک کردیم. میبینی؟ پس داخل این ظرف پایینی چیه کیارش؟ آب آهکه. خب حالا اینجا چه میذاریم؟ اینجا هم یه ظرفی میذاریم، این لولمونو میذاریم تقریبا داخلش به یخ میریزیم. خب اینجا یخ میریزیم، اینجا آب آهک قرار دادیمه، اینجا یخ اومدیمه. خب قرار دادیمه. حالا اینجا چه اتفاقی میفته کیارش؟ وقتی که شمع ما داره میسوزه چه برای ما درست میشه؟ شمع داره وقتی که شمع ما داره میسوزه چه اینجا اتفاقی میفته؟ برای ما چه تولید میشه؟ الان گفتیم ما رو تابلو نوشتیم، چه برای ما تولید میشه کیارش؟ کربن دی اکسید تولید میشه و بخار آب. احسن، اینجا کربن دی اکسید از این سوختن شمع کربن دی اکسید تولید میشه و بخار آب. کربن دی اکسید و بخار آب تو این لوله ها حرکت میکنن، درسته کیارش؟ کربن دی اکسید تو این لوله ها حرکت میکنه، بخار آب میاد اینجا، میاد به یخ میرسه، درسته؟ بخار آب میاد به این یخه میرسه. وقتی این بخار آب میاد به این یخه میرسه چی میشه؟ این بخار آب، بخار آب چی میشه؟ بخار آب وقتی که به یخ میرسه چی میشه؟ خنک میشه، سرد میشه، تبدیل میشه به چی کیارش اینجا؟ تبدیل میشه به آب. اینجا آب درست میشه بچه ها، بخار آب اینجا آب میشه. چه عملی اینجا اتفاق افتاده؟ عمله چه عملی بهش میگن داخل علوم؟ به این وقتی که بخار آب به آب تبدیل میشه بهش میگن چی؟ نه بهش میگن میان، درسته؟ میان اتفاق میفته، بخار آب اینجا تبدیل میشه به آب و این گاز کربن دی اکسید راه خودش رو ادامه میده داخل این لوله. گاز کربن دی اکسید حرکت میکنه، بخارها اینجا تبدیل میشن به آب و گازهای داخل این لوله به حرکت خودش ادامه میده، میاد تو آب آهک، میاد تو آب آهک. آب آهک به چه رنگی در میاد؟ پارسال خوندیم وقتی که کربن دی اکسید بشه کمتون یادتونه، وقتی کربن دی اکسید داخل آب آهک به چه رنگی آب آهک ما در میاد؟ آفرین آفرین، به رنگ شیری در میاد. آفرین هیدری درست گفت، به رنگ این آب آهک ما به رنگ شیری در میاد بچه‌ها. و ما میتونیم اینجوری تشخیص بدیم که از سوختن شمع چه درست میشه برای ما؟ بخار آب و کربن دی اکسید برای ما درست میشه. فهمیدین بچه‌ها؟ خیلی آزمایشه. حالا ما یه آزمایش به اصطلاح گفتم که یک سالی دانش آموزی داشتیم اومده بود به وسیله لوله و اینا این محفظه رو برای ما درست کرده بود. خب شما هم الان میتونید این کارکو، یکی مثلا علاقه داره میتونه این کارکو انجام بده، یه محفظه بسته به این طریق میتونه درست کنه و به این شکل ما میتونیم بخار آب و کربن دی اکسید را شناسایی کنیم. بچه‌ها شکل بکشید، من میخوام پاک کنم و برم قسمت بعدی. شکل را بکشید، کشیدین؟ آزخ میگه من یه سوال دارم. باش آزخ بگو. آزخ
من رضا بگو. سلام، صبح خوب، خسته نباشی. سلامت باشی ها. استاد من یه سوال داشتم، حالا شاید خارج از درس باشه. بله. خواستم بدونم مثلا چه موادی در مرکب خودکار به کار رفته که استاد من یه بار آزمایش کردم، مثلا یه برگ لیمو یا یه پرتقال، حالا من درست میدونم، آوردم یکم مرکب ریختم پشتش، خب گذاشتم توی آب، برگی حرکت کرد، نمیدونم چجوری، مثلا یونش با آب خوب نبود یا وای حرکت کرد، همین دور خودش مرکبه حرکت کرد ها. آره، برگی شروع کرد به حرکت کردن. خب داخل حالا مرکب خیلی برام جالب بود، گفتم شاید مرکب مثلا نکن این چیز داخل این حالت مثلا ممکنه رنگ و اینا باشه، میتونی داخل اینترنت بزنی، ولی ما نمی‌دونیم از چه موادی داخل این ساخته شده، میتونی داخل اینترنت بزنی مثلا پیدا کنی که بله حرکت میکنه چون دارای آوند هست. خب اینو میدونیم که چون دارای آوند هست این میتونه وارد آوندها بشه و مرکب بشه و میتونه حرکت کنه، یعنی داخل این آوند این مرکب وقتی که داخلش با آب حل میشه میتونه داخل این برگ ها وارد بشه. داخل کلاس نهم که اومدیم ما اینو داریم، داخل کلاس نهم که اومدیم اینو ما داریم و میتونیم این کارگو انجام بدیم، آزمایشگو میتونیم انجام بدیم، حرکت میکنه دیگه. بله ساقه شما، ساقه شما نکن، ساقه کرفس بذار، کرفس یه روزی کرفس مواد رنگی بریز داخلش، خب همین مرکب بریز داخلش، همین مرکب بریز داخلش، بذارش داخل آب، داخل این ساقه کرفس مثلا قشنگ رو حرکت میکنه و این کاملا این ساقش آبی میشه یا مثلا قرمز میشه، هیچ فرقی نمیکنه. بله چون حالت چی داره داخل این از طریق آوندش آب رو میکشه بالا دیگه. بله بعد استاد من دیدم مثلا یه بشکه پر از آب میکنه، یه قطره که میندازه توش یه پن میشه مثل یه گرد میشه، خیلی قشنگ میشه. چی مرکب؟ بله بله دیگه حرکت میکنه دیگه، این مرکب حرکت میکنه دیگه. وقت استاد من یه چیز دیگه دیدم، اونم مثلا دو تا باتری قلمی انداخت داخل یه لیوان و آب ریخت روش. خب وقتی چنگال آورد وقتی زد داخل آبه یه چند ثانیه داخل آب بود، اصلا چنگاله که کشید بیرون چنگاله این دندوناش کجمعه شده بودن. خب این مواد شیمیایی که ممکنه داخل اینه باش واکنش نشون داده و به این صورت مثلا اسید بوده داخل این، داخل این باتری اسیده و باش واکنش نشون داده به این شکل در اومده. خب مرزا با شما خداحافظی میکنیم چون وقت نداریم، باید امروز ما سعی کنیم که اینو تموم کنیم. اشکار. خب خداحافظ شما. سلام. بگو آقا. سلام آقا. سلام مرزا. قسمت اول که سمت شم گذاشتین بخار کربون دی اکسید درسته؟ بخار آب و کربون دی اکسید. آره بخار آب، آبش ننوشتم، بخار آب و کربون دی اکسید. آه بخار آب و بعد از این که میرسه به یخ بخار آب میشه بخار... و کربون دی اکسید فقط برامون میمونه. بخار آب، بخارها تبدیل به آب میشه و آب همونجا میمونه چون یخ دیگه، همونجا سرد میشه، آب همونجا میمونه، کربون دی اکسید راه خوش را ادامه میده و میاد توی ظرف این سمتی. خب میاد تو این ظرف این سمتی و اونجا آباهک ما گذاشتیم، میخوایم بفهمیم که ببینیم داخل این آباهک هست یا نه، آهک هست چی، کربن دی اکسید هست یا نه، و این در واقع تبدیل به آباهک، تبدیل به شیری رنگ میشه. به این طریق ما شناسایی کردیم که از سوختن شمع بخار آب و کربن دی اکسید تولید میشه. راه شناساییش مثلا یکی از راه شناساییش اینجوریه. استاد حالا گرما و نور از کجا اومد؟ فراورده اون مگه این دوتا نیست؟ ما گفتیم گرما و نور فراورده هست یا نیست؟ نیست, نیست. درسته ولی خب درسته اون چیزی که به دست میمد شما داخل نه. اون ما چی؟ ما فراورده را میخواستیم شناسایی کنیم. ما فراورده، فراورده گرما و نور که نبود. گرما و نور که شناسایی میشه، اصلا گرما که این ظرفه اصلا گرم میشه، اصلا گرما و نور خب فراورده نیست. امیر رضا می گرما و نور فراورده، ما خواستیم فراورده مون رو شناسایی کنیم و اینجوری هم فراورده مون رو شناسایی کردیم دیگه. آه خیلی هم خواهش میکنم. خب جعفری اومدی، علی رضا میرشکاری به نظام نیومده. علی رضا سلام. سلام آقا. سلام. خوبی آقا؟
رضا قسمت پایین رو چیکار میکنیم؟ صفحه شیفده رو اینو پاک کنم بچه ها؟ قسمت پایین صفحه 17 رو بخون. همونطور که دیدید برای اینکه سوختن شروع شود به گرما نیاز داریم. این گرما را میتوان با استفاده از شعله یا کبریت یا جرقه فراهم کنیم. به نظر شما آیا میتوان گرمای لازم را برای شروع از سوختن مواد را روش های دیگر نیز فراهم کنیم؟ نکن علیرضا گفته بود که برای که ما یه مثلا چیزی بسوزه احتیاج به گرما داریم. این گرما را میتونیم با استفاده از شعله، کبریت یا جرقه فراهم کنیم. خب گفته آیا شما میدونین گرمایی که برای سوختن از روش های دیگر میتونیم این گرما را فراهم کنیم؟ به نظرت روش های دیگر وجود داره؟ چی؟ با استفاده از نور خورشید، ذره‌بین. درسته، نور خورشید و ذره‌بین ما میتونیم گرما را فراهم کنیم. درسته. این یکی دیگر چی؟ به وسیله پس ذره بین که اون نور خورشیدی که شما اشاره کردین به چه میتونین بنویسین؟ ذره بین بنویسین، نور خورشید. خب دیگه چی بنویس؟ بنویس اینجا دیگه به چه کسی میتونه کمکش کنه؟ اینجا بچا اینجا باید بنویسید. اینجا باید بنویسید. بنویسید ذره بین یکیشه. خب دیگه چی؟ سنگ چخماق همون جرقه است. سنگ چخماق همون جرقه. بچه دیگه بنویسیم گرمای استکاک. استکاک خب گرمای استکاک هم میتونیم. گرمای استکاک اینجا بچه ها. این صفحه 17 قسمت پایینش اینجا هست. صفحه 17 قسمت پایینش اینجا. صفحه 17 قسمت پایین اینجا هست. باید بنویسیم بالای آزمایش کنیم. خب گرمای استکاک هست دیگه. به وسیله جریان الکتریسیته بچه ها، به وسیله جریان برق بنویسیم. جریان الکتریسیته نوشتین. به وسیله برق هم ما میتونیم گرما را فراهم کنیم دیگه. درسته. پس بنویسیم جریان الکتریسیته. خب نوشتین؟ خب یک من این آزمایش بچه دو تا آزمایش، سه تا امروز آزمایش رو برای شما میفرستم. حتما آزمایش ها را نگاه کنید. خب حتما آزمایش ها را نگاه کنید. آزمایش ها در واقع کمک میکنه در یادگیری بهتر شما. خب ما میخواییم یه سری آزمایش کنید و مثلا بخون الرضا آزمایش کنید. آزمایش کنید مواد و وسایل، سیم ظرفشویی، باتری کتابی، روش اجرا. مقداری سیم ظرفشویی را بسیار نازک بردارید و یک باتری کتابی نواتی را از قطبه مثبت و منفی به رشته های سیم ظرفشویی تماس بدهید. چه چیزی مشاهده میکنید؟ بچه اگر این کارکو که داره انجام میده سیم ظرفشویی، یعنی این باتری کتابی را به این سیم ظرفشویی بزنیم، باتری چی میگیره؟ آفرین، آتیش میگیره. این ببخشید سیما آتیش میگیرن، سیما میسوزن. آفرین. پس بنویسین سیم ظرفشویی میسوزد. بنویسید این بالاتر شماره چند بنویسید؟ اینجا سیم ظرفشویی میسوزد. نوشتین بچه‌ها؟ سیم ظرفشویی میگه. علیزا قسمت بعدش رو بخون. میگه از این آزمایش چه نتیجه میگیریم؟ میگه از به نظر چه نتیجه میگیریم؟ آقا قدرت برق باتری زیاده، سیم چه نیست؟ سیم ظرفشویی میسوزه. بله پس نتیجه میگیریم. بچه ها بنویسید نتیجه به وسیله جریان الکتریسیته، به وسیله جریان الکتریسی یا برق، همون الکتریکی. خب به وسیله جریان برق یا الکتریکی هرچی که نوشتین گرمای لازم، برای واکنش های شیمیایی فراهم میکنیم. گرمای لازم برای واکنش های شیمیایی فراهم میکنیم. علیزا میدونی که سوختن یه نوع واکنش چیه؟ واکنش شیمیایی دیگه، نوع واکنش شیمیایی دیگه. خب نوشتیم بچه‌ها؟
نوشتی الزام؟ من ما تا برای واکنش های نوشتم. برای واکنش های شیمیایی فراهم میکنیم، نتیجه به چه مینویسیم؟ به وسیله جریان برق، الکتریست، هر کمشه که نوشتیم، به وسیله جریان الکتریکی گرمای لازم را برای واکنش های شیمیایی فراهم میکنیم. گرمای لازم برای واکنش های شیمیایی، گرمای لازم برای واکنش های شیمیایی فراهم میکنیم. خب آزاد شدن آزاد شدن انرژی، خب آقا گرما تولید میکنه، آزاد شدن انرژی با چی؟ تغییر شیمیایی در بدن جانداران. خب میگه در سال هفتم آموزه که مواد غذایی نیز مانند مواد دیگر انرژی شیمیایی دارن. پس مواد غذایی داره انرژی شیمیایی هستن، به دوری که با سوزندن میتوان گرما تولید کرد. پس وقتی که ما میتونیم مواد غذایی انرژی چی دارن الرضا؟ انرژی شیمیایی دارن. خب چطوری میتونیم انرژی شیمیاییش را با سوزندن اونها گرمای لازم رو از سوزندن یک عدد، مثلا اینجا اومده گفته بخیش شما بخون، بخیش شما بخون، با سوزندن انرژی با تغییر شیمیایی در بدن جاندارار. در سال هفتم آموختید که مواد غذایی نیز مانند دیگر انرژی شیمیایی دارند، به طوری که با سوزندن آنها میتوان گرما تولید کرد. برای نمونه با گرمای آزاد شده از سوزندن یک عدد بادام زمینی میتوان مقداری آب را در یک لوله آزمایش به وجود آورد. بله میگو نکن یه بادام زمینی اگه ما داشته باشیم، ما با یه بادام زمینی مقداری آب را در یه لوله آزمایش میتونیم جوش بیاریم. این برای ما چه میگه؟ برای چی میخواد؟ برای ما چی میگه الرضا؟ یعنی میخواد این برای ما چه بگه الرضا؟ یعنی با بادام زمینی آقا بسندنی تحبیلش کنگیه میگه چی؟ یعنی مقدار انرژی که داره، مقدار انرژی، بله مقدار انرژی شیمیایی که داخل اینا نهفته هست، اینو برای ما چیکار میکنه؟ نشون میده با بادام زمینی میتونیم مثلا یک مقداری آب را داخل لوله آزمایش به جوش بیاریم. جانداران قسمت بعدش، جانداران با سوزوندن مواد غذایی در بدن خود انرژی مورد نیاز خود را. چطوری ما انرژی الان شما دارین نشستین سر کلاس گوش دارین میکنین، چطوری میدوین شما، چطوری راه میرین؟ با سوزوندن مواد غذایی که در بدنتون داره میسوزه، درسته؟ بله. انسان ها نیز انرژی مورد نیاز خود را برای راه رفتن، فکر کردن، کار کردن با سوزوندن مواد غذایی به دست میارن. اینا بدن انسان و جانداران دیگر شعله یا جرقه برای سوختن تولید میکنه. میتونید تفاوت سوختن در بدن جانداران با بقیه سوختن ها بگی در چیه؟ آقا تو بدن جانداران انرژی جرقه نمیزنه و نمیسوزه، درسته؟ ولی برای بقیه چیزها باید جرقه بزنه و بسوزه. یعنی ترکیب شدن اکسیژن در بدن جانداران کنده. بله در بدن الان در بدن جانداران کنده، ولی در وقتی مثلا یک کارتون سریعتر اکسیژن، سریعتره در سوخت ها سریع اکسیژن ترکیب میشه. هر چی که اکسیژن سریعتر ترکیب بشه این شعله و چه ایجاد میکنه؟ جرقه. شعله و جرقه ایجاد میکنه. پس اینجا میتونید شما بچه ها سوال بنویسین، صفحه 18 بالاش میتونید بنویسین تفاوت سوختن در بدن جانداران، تفاوت سوختن در بدن جانداران با بقیه سوختن ها در چیست؟ با بقیه سوختن ها در چیست؟ تفاوت سوختن در بدن جانداران با بقیه سوختنها در چیست؟ خب گفتی که چه باید بگیم؟ الرضا در بدن جانداران خیلی
سری انجام میگیره، اما در بدن ببخشید در در سوخت ها ترکیب با اکسیژن خیلی سریه. پس می‌نویسیم در جانداران ترکیب با اکسیژن چطوریه؟ در جانداران، در بدن جانداران کنده، کنده صورت میگیرد، اما در سوختن ها، در سوختن به خیلی سریع ترکیب با اکسیژن سریه، سری انجام میگیرد، سری انجام میگیرد. نوشتی علی رضا؟ ترکیب با در بدن جانداران ترکیب با اکسیژن کند صورت میگیرد، اما در سوختن ها سری انجام میگیرد. نوشتی؟ خب علی رضا تابلو میبینی؟ تابلو میبینی؟ تابلو خیلی واضحه. بله خب خدا رو شکر. بریم رو قسمت بعدی بچه ها. من میخوام یه از این واکنش سوختن یه معادله بنویسم. میخوام از این واکنش سوختن یک معادله بنویسم. میتونی علیرضا به من کمک کنی این معادله سوختن غذا در بدن جانداران رو بنویسم؟ بله آقا. خب ما تابلو پاک میکنم بچه ها، تابلو پاک کنم، آماده هستین؟ شما هم کمک کنین. خب علیرضا بگو اولش من چی بنویسم؟ میخوام معادله نوشتاری بنویسم. معادله نوشتاری خب میفهمی چیه؟ معادله بلد. میخوام یه معادله نوشتاری، شما هم بچا بنویسین، همزمانی که من بنویسم شما هم بنویسید. خب بگو علیرضا اول چه بنویسم؟ آقا اول ماده‌ای که میسوزه بنویسیم، یعنی غذا بنویسم. بله غذا اول بنویسم، غذا یا داخل بدن جانداران غذا. چه غذایی میسوزه؟ اسم اون غذایی که میسوزه، اون اسم اون ماده چی؟ پروتئینه؟ نه گلوکوز، قند. گلوکوز به چه میسوزه؟ یعنی این غذایی که ما میخوریم تبدیل به چه میشه؟ سوخته بدن ما چیه؟ قنده. غذای بدن ما قنده، گلوکوز. یعنی شما غذا که میخورین تبدیل به گلوکوز میشه. بالا به چه میتونی بنویسین؟ صفحه 18 بالا، حالا هر جا که جا داره، بالا پایینش، هر جا بالای آزمایش کنید، هر جا که جا داره میتونید بنویسین. صفحه 18 به علاوه چی میشه؟ غذا در بدن ما یا گلوکوز در بدن جانداران به علاوه چی میشه؟ به علاوه اکسیژن. آفرین، به علاوه اکسیژن ترکیب میشه. تا اینجا درسته؟ خب اینجا میشه چی؟ این میشه واکنش دهنده. به این میگیم چی؟ واکنش دهنده. واکنش دهنده یعنی آغازگر تغییر شیمیایی. برای ما چی میدهد؟ برای ما چی میدهد؟ انرژی. خب اینجا ناگهانی وقتی که بچه ها پارسال هم شما خوندین، وقتی که غذا میخواد در بدن ما بسوزه، در بدن جانداران بسوزه، برای که سریعتر هضم شود به اکسیژن نیاز داره. درسته، اکسیژن باید حتما ترکیب بشه. اگه اکسیژن تو بدن ما نباشه اصلا ترکیب نمیشه و نمیسوزه و ما نمیتونیم، جانداران نمیتونه. اینجا برای که غذا سریعتر بسوزه احتیاج به یک ماده ای هست روی اون در بدن ما، در بدن جانداران روش چی میشه؟ روش رو غذا ترشح میشه. خب که ما بهش میگیم آنزیم. پس بگیم آنزیم. آنزیم اینجا نگو آنزیم. آنزیم. آنزیم چیه؟ آنزیم در واقع یک سری مواد شیمیایی هستن که روی غذا میریزه و باعث میشه که سریعتر بسوزه. خب باعث میشه که غذا سریعتر بسوزه. درسته؟ آنزیم. بله. برای ما چه درست میشه؟ برای ما چه درست میشه؟ بچه شما یادداشتی تو امتحانتون ممکنه بیاد. کربن دی اکسید درست میشه. برای ما چه درست میشه؟ کربن دی اکسید درست میشه. دیگه چه درست میشه؟ در بدن ما چه درست میشه؟ از سوختن گفتیم، از هر سوختنی، از هر سوختنی در از هر سوختنی، یعنی هر سوختی که با اکسیژن ترکیب بشه یکیش کربن دی اکسیده. دیگه چی؟ دیگه چی؟ آقا بخار آب نمیشه؟ بخار آب هم میشه. احسن. بخار آب هم تو بدن ما تولید میشه، تو بدن جانداران تولید میشه. احسن. دیگه چی؟ انرژی. انرژی هم تولید میشه. به علاوه انرژی، حالا فراوردهش کدومه؟
فراوردهش کربن دی اکسید و بخار آب. احسن، این فراوردهش میشه انرژی که دیگه اون گرمایی که تو بدن ما تولید میشه اینا نور تو بدن ما تولید نمیشه. چرا رضا؟ چون چرا رضا نور تولید نمیشه تو بدن ما؟ آقا چون فرق با آقا نمیدونم اون دفعه. چون سوختنش چیه؟ چون سوختنش آرومه. چون سوختنش آرومه. بله. خب سوختنش آرومه. خب این به نظرت الان داخل بدن جانداران یا بدن ما این داخل یه فضای باز انجام میگیره یا یه فضای بسته به نظرت؟ آقا به نظرم تو فضای بسته. نه کاملا اشتباه گفتی، در یه فضای باز انجام میگیره. آیا در یه فضای بچه بازه؟ اقتداری در یه فضای باز انجام میگیره. چرا در یه فضای باز انجام میگیره؟ چون که مرتب آقا چون نه میرسه. اگر فضای بسته باشه اکسیژن بهش نمیرسه. میدونی دارم چی میگم؟ میرسه با بله الان فهمیدم. اگه فضای بسته باشه اکسیژن بهش نمیرسه. نمیرسه. چون اگر فضای بسته باشه چه ماده دیگه به نظر تولید میشه؟ بگو قبلا خوندیمش. اگر فضای بسته باشه چه ماده دیگه باید تو بدن ما تولید بشه؟ بابا یه گازی بود خیلی کشنده بود. احسن حالا کمکت میکنم. گاز مونوکسید کربن. آفرین. گاز مونوکسید کربن تولید میشه. احسن الیات الهی هم اشاره کرد. بله بچه پس بدن ما یه فضای چیه؟ بازه. چرا الرضا؟ چون مرتب بهش چی میرسه؟ اکسیژن میرسه. وی فضای بسته نیست. بنابراین این معادله چیه؟ یک در واقع معادله ما هم نوشتیم. این معادله آنزیم نقشش اینجا چیه؟ کاری میکنه که سریع تر. بله کمک کننده است به انجام واکنش شیمیایی. بچه ها میدونیم آنزیم بنویسید اینجا بالاش کوچک بنویسیم کمک کننده. نقش کمک کننده داره به انجام واکنش شیمیایی. کمک میکنه به انجام واکنش شیمیایی که سریعتر انجام بگیره. درسته؟ نه. حالا اگر ما اینجا مثلا شمع اینجا بذارم به علاوه اکسیژن بذارم خب میدهد اینجا بالاش باید بزنم گرما. نه کن گرمیکو اینجا میذاری که ما رو فلشکو گذاشتمه. نه گرما رو میبینی؟ بله بله. نقش گرما اینجا چیه؟ نقش گرما سوز نور با گرما. گرما الیزا اینجا نقشش کمک کننده است به انجام واکنش های شیمیایی. خب نه محسس نفت مونوکسید تولید نمی کنه. چطوری مونوکسید تولید میکنه؟ اکسیژن مرتب به ما میرسه. خب ماسک مانع این نمیشه که ما مثلا چه کنیم که اکسیژن بهمون رسه. نه مونوکسید تولید نمیشه. خب گرما نقش اینجا بچه چیه؟ گرما نقش کمک کننده. بله نقش کمک کننده داره و اگه از شما پرسیدن میگیم نقش کمک کننده. خب الیزا با شما خداحافظی میکنیم. نفر بعد الیات الهی بیاد. الیزا خود صداتو قطع کن. خب سلام. سلام الیا. سلام استاد. سلام خوبی؟ رمیت؟ بله الیزا گرما میدونی نقشش اینجا چیه؟ گرما نقشش اینجا چی بود؟ گفتیم شمع به علاوه اکسیژن به سوزه اینجا ما گذاشتیم گرما. نقش گرما اینجا چیه؟ کمک‌کننده واکنش. احسن کمک کننده به انجام واکنش های شیمیایی هستن. آنزیم هم همینطوره کمک کننده به انجام واکنش شیمیایی. خب بریم رو آزمایش کنید و بعد آزمایش کنید ما برای شما میفرستم و شما نگاهش کنید داخل گروه. بخون الیا. مواد و وسایل چند عدد تیغه مسی، چند عدد تیغه آهنی یا اون میخواهیم؟ نه کجای داره میخونی؟ آزمایش کنید. صفحه 18 رو باید بخونی ها. آزمایش کنید صفحه 18. چند حبه قند، شم، شیشه ساعت، فنس، کبریت، خاک باخچه. خب بله بخون یه حبه الف
یک حبه پن را با استفاده از پن روی شعله شمع بگیرید و صبر کنید تا شروع به سوختن کند. پن بچه‌ها یه حالت انبری داره، یه حالت انبو مثل انباره. خب بله به حبه پن در حال سوختن را از شعله دور کنید. چه چیزی مشاهده میکنید؟ خب اگه نگاه کن، اول ما اینو نزدیک کنیم به شعله، این حبه قند رو نزدیک به شعله کنیم. خب به نظر چی میشه؟ آقا قند وقتی نزدیک شعله کنیم تقریبا آبی میمونه. خب قند در حال ذوب شدن، احسن. پس می‌نویسیم قند در حال ذوب شدن. پس اینجا می‌نویسیم قند در حال اینجا. می‌کنی؟ قند در حال ذوب شدن. اینجا نه. قند در حال ذوب شدن. خب بعدش بخون. بله. یک حبه قند دیگر بردارید و آن را به خاک مرطوب و باغچه آغشته کنید. سپس آن را روی شعله شمع بگیرید تا شروع به سوختن کند. خب حالا حبه قند را از شعله شمع دور کنید. چه چیزی مشاهده میکنید؟ خب اگه حبه قند را از شعله دور کنیم چه چیزی مشاهده میکنیم؟ این حبه قند رو کوه ایلیا اومدیم چیکار کردیم؟ این مرتبه داخل گل مرطوب. بله، خاک باغچه، خاک مرطوب. میتونیم با خاکستر یا خاک باغچه هرچی این انجام این کارو میتونیم داخل خونی انجام بدیم. خب بعد میگه چه چیزی مشاهده میکنیم؟ قند به نظر سریتر میسوزه یا مثلا دیرتر میسوزه؟ دیرتر میسوزه چون مرطوب باید. نه، خاک باغچه که ما بهش زدیم، خاک باغچه که مرطوبی بخاطری بهش زدیم که بهش بچسبه، یک کمی بهش بچسبه و سریتر میسوزه. ایلیا سریتر میسوزه، قند اینجا سریتر میسوزه. خب قند پس بنویسید بچه‌ها قسمت ت، قسمت ت آزمایش بنویسید. قند سریتر میسوزد، قند سریتر میسوزد. خب قسمت س، قسمت سه از این آزمایش نتیجه میگیرید؟ خب میگیم که میتونی بگی یا من بگیمش، چون شما حالا تا حالا چرا قند سریتر میسوزه، چرا از این آزمایش ما چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ میگیم آگه باشه نقششم کننده و کنشلش. بله میگیم در خاک، اینجوری میگیم، حالا میتونی اینجوری بنویسیم بعد به این میرسیم. میگیم در خاک ماده‌ای وجود دارد. بنویسید به چهار قسمت سه، قسمت سه بنویسید. در خاک ماده‌ای وجود دارد که باعث سریع تر سوختن قند می شود، که باعث سریع تر سوختن قند می شود. خب نوشته ایلیا؟ الان صدا نمیشم. بله نوشتم. بله خب میگی که قسمت بعدش هم بخون. همانطور که مشاهده کردید حبه قند آغشته به خاک باغچه سریع‌تر میسوزد و به سوختن ادامه میدهد. در واقع در خاک باغچه ماده هست که کمک میکند سوختن قند آسان‌تر انجام شود. بله این ماده کاتالیزگر نام دارد. پس بچه اون ماده چیزی که کمک کننده هست ما بهش میگیم کاتالیزگر. میگه در خاک باغچه ماده‌ای وجود داره به نام چی؟ کاتالیزگر. کاتالیزگرها باعث میشن که انجام واکنش‌های شیمیایی سریع‌تر انجام میگیره. پس کاتالیزگر چیه ایلیا؟ باعث میشه که سریع‌تر انجام واکنش. بله، کاتالیزگرها سبب میشن واکنش‌های شیمیایی سریع‌تر انجام بگیرن. کاتالیزگرها سبب میشن واکنش‌های شیمیایی. آیا کاتالیزگرها در بدن ما هم وجود دارن به نظرت؟ حالا قسمت بعدش خود میگه، اما قبل از که آیا ما چون در موردش صحبت کردیم قبلش برای من بگو آیا کاتالیزگرها در بدن ما هم وجود دارن؟ بله استاد وجود داره. بله کاتالیزگرها که در بدن ما وجود داره الان ما خوندیم، گفتیم بهشون چی میگیم؟ آنزیم. آنزیم، احسن. این آنزیم ها چیکار میکنن ایلیا؟ آنزیم ها چیکار میکنن؟
آنزیم ها چیکار میکنن در بدن ما؟ باعث میشه سوختن بدن، داخل بدن ما سوختن. بله، باعث میشه که این غذا در بدن ما زودتر دچار واکنش شیمیایی بشه، دچار تغییرات شیمیایی بشه و برای ما کربن دی اکسید و بخار آب تولید بشه. آیا به نظرت بدن ما یه فضای بسته است یا یه فضای باز؟ یه فضای باز. چرا؟ چون که استاد داخل فضای بسته کربن مونوکسید تولید می‌کنه. بله احسن، درود بر شما. درسته. قسمت بعدشو بخون تا با شما خداحافظی کنیم. نوبت حسین طاهری این قسمت تو اون کن دیگه، بچه‌ها زیرش خط بکشن. خب بخون. در بدن موجودات زنده نیست کاتالیزگرهای گوناگونی به نام آنزیم وجود دارند. اینجا زیرش خط بکشین. در بدن سطر سومی اینجا زیرش خط میکشین. در بدن موجودات زنده کاتالیزگرهای گوناگونی به نام آنزیم، یعنی آنزیم ها در بدن موجودات زنده مختلف هستن. خب آنزیم های مختلفی ما در بدن موجودات زنده وجود داره، اما چون حالا اسامی مختلفی براش گفتنه که در کلاس‌های بالاتر اینا رو خواهید خوند. خب آنزیم‌ها سبب میشن، بخون. آنزیم‌ها سبب میشن تغییرات شیمیایی در بدن موجودات زنده سریع‌تر انجام شدن. آنزیم‌ها چه کاری در بدن موجودات زنده میکنن؟ زیرش خط میکشیم. آنزیم‌ها سبب میشن تغییرات شیمیایی در بدن موجود زنده. صفحه 18 اینکه امیرزا فارسی صفحه 18 آقا هستیم، اینجا این قسمت پایین صفحه 18 داریم میخونیم. آنزیم ها چی هستن؟ میگیم آنزیم ها سبب میشن تغییرات شیمیایی در بدن موجودات زنده سریعتر انجام بشه. خب گلوکوز نیز در بدن موجودات زنده در حضور آنزیم با اکسیژن و ترکیب و ضمن آزاد کردن انرژی به کربن دی اکسید و بخار آب تبدیل میشه. همین چیزی که ما الان اینجا گفتیم اینجا اومده دوباره در واقع کتاب اومده گفته، گفته که گلوکوز یعنی غذا قند به علاوه اکسیژن میشه در حضور آنزیم کمک کننده به انجام واکنش های شیمیایی کاتالیزگر، کاتالیزگر زیستی بهش میگن، به آنزیم میگن کاتالیزگر زیستی، اینجا کمک میکنه. برای ما چه تولید میکنه؟ کربن دی اکسید تولید میکنه و بخار آب تولید میکنه. انرژی هم که تولید میشه، اما انرژی را ما جز فراورده به حساب نمیاریم. اینجا اینم قسمت پایین میتونین، حالا اینم اگه یادداشت نکردین میتونین قسمت پایین خود کتاب اومده گفته اینو یادداشت کنین. خب الیا دست در نکنه، خداحافظ. خداحافظ. خب بیا طاهری، حسین طاهری، بیا حسین طاهری، حسین طاهری بیا بالا. ها حسین کجا هستی؟ امیررضا کوز حسین. ها احسن، سلام حسین. سلام حسین. سلام آقا، خوبی؟ نمرو سلام حسین. حسین کجا هستی؟ کم پیدا هستی، اصلا نمیبینیمت آقا. یک ماه نومده بودی؟ بعد شیراز بودیم، گرفتار بودیم. خب انشالله که گرفتاری تحل لابیده دیگه. آره پارسال خیلی خوب، اوایل سال خیلی خوب جواب میدادی ها، میفهمی یا نه؟ آره بعدش دیگه رفتی به زور میخواستی ببردیمت کلاس. امسال دیگه نمیسه پارسال بشه. نه دیگه تکراره. احسن بر شما. خب چون شما آدم با استعدادی هستی، ما همون روزه اول فهمیدم که خیلی درست خوبه، خیلی آدم با استعدادی هستی، اما خوب ازش استفاده نکردی. انشالله امسال ازش خوب استفاده کن. باشه باش. خب میخوایم راه های دیگر صفحه چندیم الان میخوایم بریم صفحه تون کنیم انشالله دیگه. صفحه 19 راه های دیگر استفاده از انرژی شیمیایی. خب همونطور که میدونید، خب صفحه 19 همونطور که میدونیم مواد همه دارای انرژی شیمیایی هستن یا نیستن؟ بله همه مواد دارای انرژی شیمیایی هستن. ما برای که استفاده از انرژی شیمیایی کنیم باید چیکار کنیم حسین؟ برای که از این انرژی شیمیایی مواد استفاده کنیم باید چیکار کنیم؟ برای که از انرژی شیمیایی مواد استفاده کنیم باید چیکار کنیم؟ از انرژی شیمیایی مواد میخوایم استفاده کنیم، مثلا از باید چه کارش کنیم؟ مثلا از انرژی شیمیایی قند میخوایم استفاده کنیم باید چه کار کنیم؟
بعد اونها رو بچا شما کمک کنیم، بعد اونها رو آزاد کنیم، بعد اونها رو آزاد کنیم، بعد اونها رو مهار کنیم، کنترل کنیم، به صورتی از انرژی که مورد نیاز ماست در بیاریم. خب مثلا اگه بخوایم از انرژی غذا، از انرژی غذا استفاده کنیم، خب آیا باید اونو بسوزونیم؟ بله. نه خب باید داخل، نه باید داخل مثلا رو زمین بسوزونیمش، خب باید داخل بدن جانداران سوخته بشه، درسته؟ یعنی باید ما وقتی میخوایم از انرژی شیمیایی مواد استفاده کنیم، باید به یه صورتی در بیاریم که مورد نیاز ماست. اگه مثلا بخوایم از بنزین، انرژی شیمیایی بنزین استفاده کنیم، باید چیکار کنیم؟ میخوایم از انرژی شیمیایی بنزین استفاده کنیم، باید چیکارش کنیم؟ انرژی شیمیایی بنزین میخوایم استفاده کنیم، باید چیکارش کنیم؟ باید بریزیمش داخل ماشین، به داخل ماشین باید بریزیم تو ماشین. ما ماشین نمیشه که داخل مثلا همینجوری آتیشش بزنیم خب استفاده نشده. باید ما راهی پیدا کنیم که بتونیم از انرژی شیمیایی که مورد نیاز ماست استفاده کنیم. خب کتاب اینجا اومده ابتدای چند تا سوال مطرح کرده. خب بخونش حسین، کتاب چند تا سوال مطرح کرده، بخونیم چی گفته. ببینم گفت یه تیغه مثل... راه دیگه از استفاده از انرژی شیمیایی مواد. بله بخونم. بله پایین شکن کتاب چند تا سوال مطرح کرده، ما خواهیم سوالات کتاب رو بهش پاسخ بدیم و اینا. خب یک تیغه مسی، چند عدد سکه مسی و یک تیغه آهنی، چند عدد میخ آهنی را در نظر بگیرید. آیا در این مواد انرژی شیمیایی نهفته است؟ اگر آنها را به خب حسین صبر کن، حسین صبر کن، آیا در این مواد انرژی شیمیایی نهفته یا نه به نظرت؟ آیا داخل یک تیغه مسی یا یه سکه یا یه میخ آهنی به نظر شما این انرژی شیمیایی نهفته یه؟ بله بله، همه مواد ما گفتیم انرژی شیمیایی دارن، اما باید راهش پیدا کنیم. بله به چه هم گفتن، درسته؟ گفتیم که همه مواد انرژی شیمیایی دارن، بخون اگر آنها را گفته، اگر آنها را به هم بخون بعدش اگر آنها را به یک دیگر متصل کنید چه اتفاقی میفته؟ مثلا گفته اگه تیغه مسی را وصل کنید به تیغه آهنی، خب اگه تیغه مسی را به تیغه آهنی وصل کنید به نظر شما چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ اگه یه تیغه مسی رو به تیغه آهنی، تیغه مسی به تیغه آهنی، مثلا آقا بیا این یه تیغه آقا باقلش، نه اگه مثلا آقا اگه تیغه مسی باشه، این ماژیک، یک ماژیک من، یه تیغه مثلا این مسی باشه، این قرمزه، اینم آهنی باشه، اینه به هم وصل کنی چه اتفاقی میفته به نظرت؟ این دیگه به هم وصل کنی چه میشه؟ حسین چی میشه؟ اتفاق خاصی نمیفته حسین. آقا هیچی، هیچی نمیشه. خب بعدش بخون، بعدش بخون. آیا سیستم تیغه آهنی یا مسی روش مناسبی برای روش مناسبی برای به کارگیری انرژی شیمیایی آنهاست؟ میگه آیا مثلا بیایم این تیغه مسی و این تیغه آهنی رو بسوزونیم، این روش مناسبیه که از انرژی شیمیایی استفاده کنیم؟ اگه بیایم بسوزنیش به نظر روش مناسبی هست این تیغه مسی؟ نه نه نه، چون اینا بعد ما قطعا نه، چون سوختن اینها به راحتی نیست، یعنی ما اینا رو به راحتی نمیتونیم اینا رو بسوزنیم و باید اینا رو کنترل کنیم، استفاده از اونها به راحتی نیست. خب دوباره چی میپرسه؟ آیا می توانه انرژی شیمیایی موجود در این دو فلز را به انرژی الکتریکی تبدیل کرد؟ بله بله، که قطعاً هدف درس همین بوده. میگه آیا میتونیم این دو تا تیغه را که ما داریم بیایم به انرژی الکتریکی ازشون تولید کنیم؟ میگیم قطعاً هدف ما همین بوده، یعنی این سوال آخری یکی از راه‌های استفاده از انرژی شیمیایی مواد، تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی چی؟ تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی. حالا چطوری میتونیم انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل کنیم؟ چگونه میتونیم این کارو انجام بدیم؟ خب
یه آزمایش کنی تبدیل میخوایم، باید با یه آزمایش به این موضوعو پی ببریم. خب میگه چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم حسین؟ چطوری میتونیم از این تیغه فلزی، این دو تا تیغه فلزی را به انرژی الکتریکی ازش بگیریم؟ میگه چیکار کنیم؟ میگه یه آزمایش انجام بدیم. این آزمایشه بچه ها، شما دال خونتون هم پارسال دانش آموزی کلاس هشتم بوده، همین داخل اسکای روم اینا برای ما فرستادن، برای ما درست کردن. خب میدونین ازش امیر محمد محبی نژاد هست، این آزمایش انجام داده بود، میدونین ازش کمک بخین و اگه خواستیم من شمارش بهتون میدم ازش داخل چی کمک بخین، کلاس نهم همینجا مدرسه سینا هست. این آزمایش با میوه و اینا برای ما انجام داد، خیلی جالب، میدونین ازش کمک بخین. بعد ما آزمایش هم براتون میفرستم شما ببینینش و چطوری این کار رو انجام میدیم. بله کاملش. خب ما گفتیم در همه مواد بچه ها انرژی شیمیایی وجود داره، آیا داخل میوه هم وجود داره حسین؟ بله. خب داخل میوه هم وجود داره، باید کاری کنیم که این تیغای فلزی یا میوه ها، خب این تیغای فلزی یا میوه ها کاری کنیم که انرژی شیمیایی به نوعی تبدیل بشه به انرژی چی حسین؟ انرژی شیمیایی داخل میوه ها به تیغا تبدیل بشه به انرژی چی؟ الکتریکی. احسن، به انرژی الکتریکی تبدیل بشه. با انجام این آزمایش از انرژی شیمیایی درون مواد مثل فلز مس، مثل فلز آهن و دیگر فلزات میتونیم انرژی الکتریکی به دست بیاریم. انرژی شیمیایی را تبدیل میکنیم به الکتریکی. خب حالا اومده اینجا از این آزمایش کنید، بعد ما براتون میفرستم، از امیر محمد موهبی هر کی خواست میتونه کمک بگیره، اگه خواستین ما شمارش بدون میدم که ازش کمک بخین چطوری راهنماییتون کنه و منم براتون میفرستمش. یه فکر کنید داره واسه این فکر کنید بخون. برای استفاده کردن از انرژی ذخیره شده در مواد به جز سوزاندن آنها چه روش‌های دیگری هست؟ میگه به غیر از که این مواد را بسوزونیم که از انرژی شیمیاییشون استفاده کنیم، چه روش های دیگه میتونیم بگی؟ یه روشی که الان خوندیم، الان گفتیم در مورد، چه روشی دیگه هست؟ آزمایش کنیم. نه، به غیر از سوزوندن مواد ما چه روش دیگه میتونیم از انرژی شیمیایی مواد استفاده کنیم؟ یعنی چه روش های دیگه هست به غیر از سوختن؟ انرژی الکتریکی. اول خب سوزاندن خوندیم که سوختن یکی از راه‌هایی است که ما می‌دونیم از انرژی شیمیایی اینا استفاده کنیم. بعدش به وسیله انرژی الکتریکی ما می‌تونیم تغییرات شیمیایی ایجاد کنیم. پس بنویسید بچه ها به وسیله انرژی الکتریکی و دیگری انجام کار، بنویسید برای فکر کنید، برای فکر کنید، فکر کنید صفحه 19 بچه ها بنویسید. اول سوزاندن بعد به وسیله انرژی الکتریکی، بعد به وسیله انرژی الکتریکی، بعد انرژی الکتریکی، بعد انرژی الکتریکی نوشتیم، بعد انرژی الکتریکی و بعدش هم یکی دیگه چیه؟ انجام کار به وسیله تغییرات شیمیایی. حسین با شما خداحافظی میکنیم، دست در نکنه، خداحافظ شما. خداحافظ شما. نوشتیم؟ بله. خب جمیلی، امیر محمد جمیلی، امیر محمد سلام. سلام امیر محمد. سلام آقا. خوبی؟ امیر محمد نوشتی، فهمیدی چه شد؟ میتونی خلاصه ای برای ما بگی؟ یه بار دیگه اون آخری هم میگی؟ به دیگری انجام کار به وسیله تغییرات شیمیایی. هنوز خود زوده، رب زاده ای میخواییم. خب امیر رضا تا اینو ما قسمت تو اون کنیم دیگه، امروز فصل تو اون بشه، من
چیا براتون بفرستیم دیگه. یه قسمت کوچیک دیگه مونده 5 6 دقیقه دیگه تموم میشه. خب امیر محمد که اومده رو چی هست؟ امیر محمد ناکن ما میخوایم به وسیله غیر از سوزوندن چه راههای دیگری گفتیم وجود داره که میتونیم از انرژی شیمیایی مواد استفاده کنیم غیر از سوزوندن؟ یکی که از چی بود؟ غیر از سوزوندن الکتریکی بود دیگه. چی بود؟ انجام کار بود. انجام کار مثل تغییرات شیمیایی بود. خب حالا بریم قسمت پوینترش اینو بخونیم. بخون همونطور که مشاهده کردیم اگر فلزهای مس و آهن را در شرایط مناسب به طور غیر مستقیم به یکدیگر متصل کنید می توانید انرژی الکتریکی تولید کنید. در واقع شما با این کار یک باتری می سازید. در اینجا نیز تغییرهای شیمیایی رخ می دهند و انرژی بله. شیمیایی امیرمات اینو که خوندی چه گفت؟ گفت اگر چی کنیم؟ اگر چه کار کنیم؟ اگر فلزهای مس و آهن را در شرایط مناسب قرار بدیم، یعنی بیایم اینا را در شرایط مناسب میوه ها اینها را در یه شرایط مناسب قرار بدیم، لامپ سیم به اینا وصل کنیم، به طور مستقیم. خب ما میتونیم از این تیغه ها چه تولید کنیم؟ انرژی الکتریکی. با این کاری وقتی که ما اومدیم این با میله ها دو تا میله داشتیم، یکی مس بود یکی آهن بود، حالا با میله های دیگه میشه، فلز های دیگه میشه، اینها را با سیم به هم دیگه وصل کنیم، بعد بیایم یه لامپی بذاریم و اینا را داخل میوه مثلا قرار بدیم، میتونه برای ما این لامپ روشن کنه، یه لامپ LED خیلی کوچک البته، یا میتونه اینو برای ما روشن کنه. با این کار ما اومدیم یه باتری میوه‌ای ساختیم. در اینجا تغییرهای شیمیایی رخ میده، انرژی شیمیایی مواد به چه تبدیل میشه؟ به انرژی الکتریکی تبدیل میشه. انرژی که داخل اینها هست به انرژی الکتریکی دیگه تبدیل میشه. فهمیدی امیر محمد؟ آره. اینو زیرش خط میکشیم. اگر فلزهای مس و آهن را در شرایط مناسب به طور غیر مستقیم به یکدیگر وصل کنیم، یعنی دوتا تیغه را به غیر مستقیم به همدیگه وصل کنیم، با سیم به همدیگه وصلشون کنیم، با سیم به دوری و داخل میوه بذاریمشون، بزنیمشون این تا تیغه گو بزنیم تو میوه، بعد برای ما انرژی چه تولید میکنه؟ الکتریکی تولید میکنه. انرژی شیمیاییشون تبدیل به انرژی چی میشه؟ الکتریکی میشه. خب حالا صفحه بعدی قبلا میگه بخونش. صفحه 20 بچه ها قبلا دیدی که اگر یک قرص جوشان را در آب بندازیم تغییر شیمیایی رخ میده و قرص جوشان به مواد دیگری تبدیل میشود. چگونه میتوانیم مشخص کنیم که گاز تولید شده چیست؟ آیا از این تغییر شیمیایی ما چطوری میتونیم گفته این گاز چیه؟ گازی که از این قرص جوشان بیرون میاد این گاز چیه؟ میگیم این گازه. امیر محمد میفهمین چه گازی تولید میشه؟ بچه شما میتونین کمک کنین چه گازی تولید میشه؟ چه گازی تولید میشه بچه ها؟ کی میتونه بگه؟ گازه؟ کی میتونه بگه؟ گازه نه، این گازی که از این قرص جوشان بچه ها تولید میشه گاز کربن دیوکسیده. این گازی که از این تولید میشه گاز کربن دیوکسیده بچه ها، گاز کربن دیوکسید. پس بچه ها بنویسین گاز تولید شده چیست؟ بنویسین سطر دوم گاز کربن دیوکسید. گاز کربن دیوکسید نوشتین؟ گاز کربن دیوکسید. آیا از این تغییر شیمیایی میتوان برای انجام دادن کار استفاده کرد؟ امروز از چی میگی؟ آیا از این گازه میتونیم ما ازش مثلا از این گاز کربن دیوکسید میتونیم کار انجام بدیم؟ نکن چطوری ما میفهمیم که این گاز کربن دیوکسیده؟ میتونی کار کو انجام بدیم؟
چطوری میفهمید که این گاز کربن دی اکسیده؟ چه راههایی برای شناسایی گاز کربن دی اکسید امین معد به نظرت هست؟ چه راههایی هست؟ آقا یکیش حالا ما یه لحظه نکن بچه‌ها این جوابش من گفتم ها. نکن سطر دوم گفته این گاز تولید شده چیست؟ سطر دوم این گاز تولید شده چیست؟ اینجا شما بنویسین سطر دوم نوشته اینجا بنویسین گاز کربن دی اکسید، بنویسین گاز کربن دی اکسید. گفته آیا از این بعد گفته چطوری میتونین گاز کربن دی اکسید را شناسایی کنین؟ چطوری میتونین گاز کربن دی اکسید را شناسایی کنین؟ گاز کربن دی اکسید ما چطوری میتونیم شناسایی کنیم؟ گاز کربن دی اکسید را میتونیم تو چه بذاریم؟ میتونیم آباهک، یادون رفت بعد گاز کربن دی اکسید رو یکی از راه های شناساییش آباهک. بچه‌ها یه راه شناسایی دیگه هم وجود داره که ما میتونیم این قرص جوشان را بندازیم تو لوله آزمایش. ناکن تو این لوله مثلا خواه قرص جوشان را آب میکنیم داخلش، یه قرص جوشان میدنیم داخلش، بعد در اینو با دستمون میبندیم اینجوری، بعد یه کبریت میزنیم این دستمون تا برداریم کبریت خاموش میشه. خواه کبریت خاموش میشه و ما میفهمیم که این گازه که این کبریت را سریع خاموش کرده گاز کربن دی اکسیده، چون گاز کربن دی اکسید آتش را خاموش میکنه دیگه، یعنی نمیذاره که چه کنه اکسیژن بهش برسه. بله نیما چکی دو خونه نوشته گاز کربن دی اکسید تولید میشود. شاید اینه که باز پرد. خب حالا امین محمد، امین محمد رفتی؟ خب حالا بذار تا من امیرزا کوسری بیارم یه دقیقه. امیرزا سلام، امیرزا، حمیدرضا کوسری، سید مصطفی موسوی، سید مصطفی موسوی. سلام استاد. سلام آقا، خوبی؟ استاد ما میکروفون مشکل داره وقتی که سید مصطفی معلم براون صدا واسه میکنه دیگه سید معلم براون نمیاد. الان صدای شما قطع شده، الان قطع هم که کنن کلن باید برم بیرون سایت خب باش بیام داخل باش. آقا نه که ما کم فعالیت باش باش میکروفون بخواه مشکل باش باش خب باش خدا سید مصطفی میکروفون تا انشاءالله درست کن که دیگه مشکل حل بشه. خب درستش کنه خب مال بچه ها یه قسمت آخر درس مونده، شما خسته تون آویده، فقط یه دو سه دقیقه دیگه بعد ببخشین. خب ناکنین میگه آیا از این تغییر شیمیایی کی میخواد بیاد تا من بهش چه بدم میکروفون بدم؟ ابوالفضل شما میین؟ ابوالفضل موسوی، سه ابوالفضل، ابوالفضل، ابوالفضل شما میکروفونت خرابه؟ نیما چکی دخون، نیما شما بگو. سلام نیما. سلام نیما. سلام خوبه؟ سلام نیما، بلند خبر بزنی آخا. نیما چطوری آیا چطوری میتونیم گاز کربن دی اکسید را گفتیم شناسایی کنیم؟ کربن دی اکسید تولید میشه، فشاری زیاد میکنه که باعث پرتاب در قوطی میشه، این گاز با آب آهک شفاف کد میشه. ناکن اگه ما بخوایم شناساییش کنیم، امی الان خودم نوشتی رو یکی از راه‌های شناساییش اینه که اونو در آباهک وارد کنیم و آباهک را رنگ شیرین بده، یا به اصطلاح شعله کبریته که میتونیم اون رو چیکار کنیم شناسایی کنیم. میگه آیا از این تغییر شیمیایی میتون برای انجام کار استفاده کرد؟ آیا از تولید گازی که برای ما تولید شده، از این گازی که برای ما تولید شده سوال کتاب پرسیدا بخونش خودت و جوابش بده. آیا از این تغییر شیمیایی میتونم برای انجام، یعنی ما میتونیم از این تغییر شیمیایی، آیا ما میتونیم از این تغییر شیمیایی کار بکشیم؟ بله میتونیم. بله مثلا چه کنیم؟ مثلا اینو بذاریم، خب این قرص جوشان رو بندازیم داخل چی؟ قرص جوشان رو بندازیم داخل آب و یه قوطی، سر قوطی رو ببندیم و این چی میشه؟ سر قوطی پرت میشه بالا و ما میفهمیم که این گاز کربن دی اکسید میتونه چه انجام بده؟ انرژی تولید کار انجام بده.
پس آیا از این گازه ما میتونیم چه تولید کنیم؟ نگاه کن موشک ها چطوری هوا میرن به نظرت؟ موشک چطوری هوا میره؟ آبا انرژی شیمیایی خب تغییراتی که داخلش انجام میگیره موشک گازی که پشتش در میاد این گازی که پشت موشک در میاد دیدی که تو فیلم ها اینا دیدیه؟ خب این گازی که ازش در میاد همون گاز کربن‌دیوکسیده و این باعث میشه که چه بشه؟ موشک را به طرف بالا حرکت بده. پس از گاز کربن‌دیوکسید ما میتونیم کار انجام بگیریم. به اصل گاز کربن‌دیوکسید ما میتونیم کار انجام بدیم یا نه؟ بله. حالا یه روش ساده ای که خون میتریم انجام بدیم چیه؟ یه روش ساده ای که خون میتریم انجام بدیم به اصل قوطی فیلم مثلا یه قوطی مثلا داشته باشیم، سر قوطی مثلا پلاستیکی نی داشته باشیم، بعد سرش داغلش آب بریزیم، دو تا قرص جوشان بندازیم داغلش، یه قوطی سرش وقتی که سر قوطی کجا پرت میشه؟ بالا. به طرف بالا پرت میشه. شما خودتون هم میدونید خونتون این کار رو انجام بدید. قوطی چی هست؟ قوطی پلاستیکی مال قرص جوشان هست. اینو میتونید داغلش این کار رو انجام بدید. این پرت میشه به طرف بالا و میتونه ما میفهمیم که چی میتونه انجام بده؟ میتونه کار انجام بده. قسمت بعدی درس تا اینجا آزمایش کنید رسید یه قسمت کوچیکی مونده پایینش اینو فقط علامت بده این قسمت پایینی ما نگفتم برای جلسه بعدی خب جلسه بعدی قسمت فقط پایینی مونده که جلسه بعدی انشاءالله میریم رو صفحه چند میریم رو صفحه درس 3 رو میخیم شروع کنیم و یه امتحان هم بعد براتون تعیین میکنم یه حاضر غایبی خودتون بچه انجام بدید